رستوران سفیر مکانی زیبا و دلپذیر با سرو انواع غذاهای ایرانی هفت روز هفته در خدمت شماست. جمعه، شنبه و یک شنبه هر هفته خوانندگان محبوب شما در سفیر میخوانند. سفارش انواع غذاهای ایرانی برای میهمانیهای شما پذیرفته میشود. کامل رستوران سفیر در وودلند هیلز، تلفن اطلاعات 818-713-9090. برای نصب هر گونه رسیور و دیدن تمامی کانال‌های فارسی زبان بر روی ترستار 5 و دیگر سیستم‌های ساتلایت با شماره‌های 818-635-2054-949-466-72-46 و یا 310-893-4227 تماس حاصل فرمایید. مرکز دریچه امید با افتخار تقدیم می‌کند. دکتر شیرین نوروی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. اصلاح مشکلات رفتاری، تشخیص و درمان عدم تمرکز و بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان. اصلاح روابط والدین و فرزندان، مشاوره قبل از ازدواج و در طول ازدواج. بایوفیدبک، نیروفیدبک، درمان و خونسا کردن تأثیر خاطرات آسیب‌های گذشته به روی مغز EMDR. درمان استراب، وسواس، افسردگی و نگرانی، کنترل خشم و عصبانیت، مشکلات خواب. دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی در روانشناسی بالینی و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی. تلفن 818-344-6818. درود گرم من رو در هر کجای گیتی که هستید بپذیرید. امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. این برنامه روزهای سه شنبه از ساعت 7 تا 8 زنده پخش میشه، روزهای جمعه 12 تا 2 و یک شنبه 8 تا 9. تکرار برنامه رو میبینید و اگر پرسشی دارید در رابطه با خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون میتونید رو خط تشریف بیارید و در خدمتتون هستیم. من روانشناس بالینی هستم، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست از برد تخصصی کالیفرنیا با فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی. در دفترم آقای دکتر پیمان رئوفی کار می‌کنه، بورد رجیستر سایکوتراپیست، روان درمانگر و آزمون‌های زیادی انجام میدیم. آزمون برای عدم تمرکز با بیش فعالی، برای هوش، برای شخصیتی EMDR و MMPI و کارهای به خصوصی بایو فیدبک، نیرو فیدبک و غیره را انجام میدیم. اگر دوست داشتید تماس بگیرید میتونید با شماره 818-344-6818 تماس بگیرید برای مشاوره حضوری در دو دفتر لس آنجلس و تارزانا و یا اینکه تلفنی در خدمتتون هستیم. مقاله جالبی میخوندم امروز، خواستم قبل از اینکه خطا رو جواب بدم و خطا به ترتیبی که روشن میشه جواب میدم، این مقاله خیلی جالب بود و گفتم که با شما هم در میان بگذارم. و اینکه افکار منفی، صحبت‌های منفی، رفتار منفی چگونه ما رو نابود میکنه و روی شخصیتمون اثر میگذاره و چگونه میتونه مضر باشه. بعد از جنگ آمریکا با کره، یه جنرال خیلی خوبی بود، ویلیام مایر، که بعدها به سمت روانکاو ارتش آمریکا منصوب شده و کارهای بزرگی کرد، مطالعات زیادی داشته. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکا در کره در یک اردوگاه بزرگی زندانی بودند، بیش از 1000 نفر که از به دلایل مختلف اونجا زندانی بودند. و وقتی که اونا زندان بودند، در اونجا آب و غذا و امکانات رو به اندازه فراوانی داشتن، آب و غذا و امکانات، و حتی از بینها شکنجه هم نمی دادن. و طوری بوده که اردوگاه هم باز بوده و اگر می خواستند که اینها فرار کنن می تونستن فرار بکنن، ولی کسی هم فرار نمی کرد. ولی خیلی زیاد به مرگ طبیعی خیلی زود می مردن. مثلا شب طرف حالش بد نبود، معمولی بود، ولی یه صبح بیدار نمی شد. یعنی مرگ طبیعی که نمی دونستن چیه. و تحقیقاتی کرد این شخص که بعدن روانکاو اونجا شد و تحصیلاتش هم ادامه داد، این تحقیقات این بودش که
نگاه کردن ببینن چرا اینها اینجوری به این راحتی در این اردوگاه ها میمیرن و در صورتی که قضا هست شکنجه نیست. ولی خب وسایل شادی کننده و موزیک و اینها هم نبوده، خبرهای خوب هم نبوده. در این اردوگاه فقط نامه هایی که خبرهای بد بوده، خبرهای بد نامناسب بوده به دست این زندانیان میدادند. نامه های مثبت و امیدبخش رو میخوندند و نمیدادند. داشتن تجربه ای میکردند که ببینن که حال اینها چجوری میشه بعد از اینکه این نامه های بد رو میبینن. خب نامه های بد رو میخونند و تجربه آور بوده که کم کم حالشون چقدر خراب میشه. و هر روزم آزمون دیگه ای داشتن انجام میدادن. بیش از 1000 زندانی بوده در این اردوگاه و به اینا میگفتن که در مقابل بقیه بیستن و بدترین کارهایی که در عمرشون کردند و تعریف کنن، مثلا خیانتهایی که کردن یا خیانتهایی که میتونستن تو زندگیشون بکنن تعریف بکنن. و بعدم هر کس که جاسوسی بقیه زندانیان رو میکرده بهش سیگار جایزه میدادند. همه چی مضر، همون خیانت گفتن و نامه های مثبت رو ندادن و بعد جاسوسی کردن و اینکه جایزه تو اینه که سیگار بگیری تنبیه هم نبوده برای کسی که جاسوسی میکرده و تازه خوبم بوده. میگفتن چه خوب. و تحقیقات نشون داده که این سه تکنیک در کنار هم تمام این سربازان رو چه راحت به نقطه مرگ رسونده. خبرهای منفی، خبرهای بد، خبرهایی که امید بخش نبوده، یادتون باشه کسانی که در زندگیتون این چنین هستن منفی باف هستن، همش از نمیشه و امکان نداره و بده و همه چی خرابه و زندگی بر وفق مرادم نیست و خبرهای بد رو بگیر و بشنوه تلویزیون، رادیو، خبرهای بد رو گوش کنه و نگاه کنه تا آخر شب اخبار بسیار مضری که ما میبینیم در همه تلویزیون هست نگاه کنه. اینا همه بیمار کننده است. جاسوسی هم که عزت نفس زندانیان رو چجوری تخریب میکرده و خودش رو یک انسان پست میدیده کسی که جاسوسی میکرده و اون کسی هم که میخواسته که بشنوه که کی جاسوسی کرده حالش واقعا قلبا بد میشده. خب و بعدم خیانت ها رو تعریف کن. اعتبار اون شخص خب از بین میرفته پیش بقیه، میگفته که من این خیانت رو کردم، این خیانت رو کردم و آدم خوبی نبوده و خاطرات بد رو میگفته و این یک سبک شکنجه بوده، در واقع شکنجه خاموش و از بین رفتن این انسان ها. بنابراین ما داریم نگاه میکنیم که چگونه میشه ما خودمون رو از بین ببریم با مشغول کردن افکار خودمون با فکرهای بد و مضر و بیماری های خیلی زیادی میتونه به وجود بیاد. حالا شما هستید و انتخابات شما تو زندگی با نوع رفت آمدتون، با نوع شنیدن موزیکا، با نوع بیان خاطرات تلخ مضر گذشته و یا اینکه با چه دوستانی رفت آمد کنید و یا اینکه زندگی رو طوری دیگه ببینید و قسمت‌های مثبتش رو ببینید. بسیار خوب، این قسمت رو می‌خواستم باهاتون در میان بگذارم. قسمت دیگه که می‌خواستم بگم راجع به تست MMPI هستش که یک تست شخصیتی هستش و که 10 قسمت داره. یک قسمتش خود بیمار انگاریه، یک مقیاس خود بیمار انگاریه، یک مقیاس دوم دیپریشن یا افسردگیه که راجبه اون در هر بار در اینجا و در رادیو که روزهای شنبه 7 تا 8 تا 9 بامداد برنامه دارم راجبه این مقیاس ها میخوام صحبت کنم. ما این تست MMPI رو خودمون میدیم در دفترمون، چه حضوری باشید چه نباشید، و بعد میخوام ببینید که تو این تست چه چیزهای خوبی رو نشون میده، چه چیزهای خوبی رو نشون میده که اصلا آدم باورش نمیشه که واه من یه همچین انحرافات فکری دارم، یه همچین افسردگی هایی دارم، یه همچین شخصیتی دارم. یکی دیگرش انحراف جامعه ستیزی هستش
و واقعا پی دی سایکوپاتیک دیویت و نشون میده که چجوری هست. بهتون راجبش توضیح میدم بیشتر. انحراف روانی یکی دیگه هستش، زنانگی و مردانگی، مسکولینیتی و فمینیتی، و یک مقیاس دیگه پرانوما، پارانوید بودن و ترسیدن. راجب اون ترس ها، افکار مضر، اونها بیماری هستش. ضعف روانی راجب اون صحبت خواهیم کرد، راجب اسکیزوفرنیا صحبت خواهیم کرد، راجب هایپومانیا صحبت خواهیم کرد، راجب درونگری اجتماعی، سوشال اینتروورژن و اینتروورت بودن صحبت میکنیم. و این مقیاس خود بیمارانگاری که امشب میخوام یه مقداری صحبت کنم، هایپوکاندوریلسس HS، این نگرانی جسمانی زیادی است که یک نفر میتونه داشته باشه. میتونید شما باشید، میتونید عزیزانتون باشید. یه مقدار دانستنی بهتون میگم که اگر دوست داشتید یادداشت کنید. این بیماری اختلالات تبدیلی یا اختلالاتی شبیه هذیان‌های جسمیش، بیماری شبه جسمی هم به این میگن، که اغلب شخص شکایت‌های جسمانی داره که خیلی هم مهم هستن و معمولا در ناحیه شکم هستن، و شخصی که این بیماری رو داره معمولا از بیبنیگی صحبت میکنه، بی انرژیگی صحبت میکنه، از ضعف صحبت میکنه، از اختلال خواب شکایت داره. و اگر بیماری جسمی باشه ممکنه عوامل روانشناختی قوی در بیماریشون وجود داشته باشه، احتمالا به عنوان اختلالات شبه جسمانی یا دردهای شبه جسمانی یا افسردگی یا استراب تشخیص داده میشه. و سایکولوژیکال ایشیو یا فیزیکال ایشیو تشخیص داده میشه، و این بیماری ممکن نیست به شیوه‌های جامی ستیز یا پیسکیاتی یا برون ریزی جلوه بکنه، داخلی هست معمولا. و این شخص دچار توهم در واقع، ولی مردم متوجه نمیشن که چه هستش. به نظر در جایی که هستش، در خانواده که هست، خودخواه به نظر میاد، خودمحور به نظر میاد، خودشیفته به نظر میاد. و این شخص یک دیدگاه پرانویا، بدبینانه، مایوسانه و منفی داره نسبت به همه چیز، ناخشنوده، ناراضیه، باعث دلگیری دیگران میشه و خیلی وقتا میخواد یه جوری توجه بگیره، ولی در واقع نمیخواد توجه هم بگیره، در واقع شاکی هستش، واقعا شاکی هستش، با دیگران مرتب داره شکایت میکنه، شکوه میکنه و متوقع هستش و انتقادگر هستش. جانم بفرمایید. سلام خانم، حالتون خوبه؟ خواهش میکنم جونم. الو جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام دکتر، حالتون چطور؟ من مدت 5 سال هست که از همسرم جدا شدم. بله. و خیلی خیلی شرایط غیر قابل تحمل بود. الان با توجه به اینکه بچه های 11 ساله و 16 ساله هم اونجا هستن، این احساس عذاب وجدان که ای کاش باز تحمل. ای وای، ای کاش but if، اگر قرار بود بشه، قرار بود بشه میشد. و اینکه جدا شدم و هنوز هم احساس گناه دارم، احساس ناراحتی دارم، احساس خشم دارم و با اینا چی کار کنم. اولا که قبل از اینکه شما جدا بشید قراره پیش متخصص برید، پیش روانشناس برید، تمام این موضوع رو قراره صحبت کنید و ببینید آینده رو، ببینید بعد از طلاق چه چیزایی داره اتفاق میفته، قبل از طلاق چه مسائلی ما داشتیم با هم دیگه. طلاق یه چیز واقعا جدیه که در روابط ایجاد میشه، به وجود میاد، شما نمیتونید خیلی راحت ازش بگذرید. و وقتی که من میخوام جدا بشم قراره پیامداشم نگاه کنم. برای همینه که ما داریم میگیم ازدواج های بدون فکر
بدون پایه و اساس، از بی کسی با هر کسی رفتن و ازدواج کردن و طلاقهای این چنینی، یعنی بدون فکر، بدون این که بدونم که نتیجهش چی میشه، بدونم که این عمل کرد چه نتیجهی خواهد داشت. خب هر دوش بده، هم ازدواج اونطوری بده، هم طلاق اینجوری بده، یعنی هر دوش سطحیه، هر دوش نگاه عمیق نکردن به زندگیه و هر دو اینه که خب حالا برم به یه چیزی بند بشم، حالا برم با این ازدواج کنم دیگه، حالا از خونه ناراحتم، از مادر و پدر ناراحتم، از وضع مالی ناراحتم، شرایط زندگیم نامناسبه، درمان من اینه که برم ازدواج کنم. خب نتیجه رو میبینیم، حالا ازدواج کردم، صاحب دو فرزندم شدم، حالا شرایط ناسازگاره و میخوام طلاق بگیرم به هر دلیلی شده، و نگاه نمی کنم ببینم پیامدها چیه. خب اونجاست که همچین مسائلی پیش میاد. قرار ما قبل از ازدواج، تقاضا میکنم ازتون قبل از ازدواج و قبل از طلاق بریم یک مشاوره بگیریم، 3-4 ماه بگیریم این کارو بکنیم. اگر طرفمون هم حاضر نیست این کارو بکنه، خود ما میتونیم بریم مشاوره بگیریم. فکر نکنید که تمام مشاوره ها اینه که شما باید هر دو با هم دیگه برید، نه، خیلی از وقتا اینه که یکی از شما برید و این مشاوره رو بگیرید، کمک میکنه براتون، کمک میکنه، تمام سیستم عوض میشه. اگر شخص شما در رابطه با طلاقتون، در رابطه با ازدواجتون تنهایی برید مشاوره بگیرید، کمک میکنه. همه میگن که نه قرار دوتایی بریم، قرار نیست. اگر اومد شورتکاته، خیلی خوبه، راحت تر هستش، ولی اگر نیومد شما قرار نیستش که این کارو نکنید و بگید که نه اون نمیاد و من هم نمیخوام طلاق بگیرم، من ازدواج مشاوره بگیرم. تمام نکته اینه که شما قراره یک کاری بکنید و خیالتون راحت باشه موقع ازدواج. طلاقتون هم همینجور، وقتی که شما این چنین طلاق گرفتید مسلماً مطمئن نبودید. خیلی وقتا از روی خشم و عصبانیت این طلاق ها پیش میاد، خشم و عصبانیت، حالا انتقام میگیرم ازت، حالا بهت نشون میدم، و بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینیست که شما میاید روی خط و میگید که من نمیدونم، ناراحتم، پشیمونم. خب به نظر من اگر ناراحت و پشیمون هستید، یه دو سه ماه مشاوره بگیرید و اون مشاور میتونه همسرتون رو بیاره توی دفتر و با هم دیگه صحبت کنید و ببینید که به چه کاری میتونید انجام بدید، چه روشی رو میخواید شروع بکنید، و حتما همچنین رهاش نکنید. من و دکتر پیمان رعوفی هم که الان در دفترم هستن و میتونید اگر خواستید وقت ملاقات بگیرید با همون 818-344 تماس بگیرید، تونستیم خوشبختانه خیلی از کسانی که در مرحله طلاق بودن رو نجات بدیم. کسانی بودن که فکر کردن که به هیچ وجه رای برای آشتی نیست، به هیچ وجه رای برای آشتی نیست، ولی باور ما اینه که همیشه را برای آشتی هستش. باور ما اینه که شما میتونید یک نگاه دیگه به زندگیتون داشته باشید، شما میتونید باورهاتون عوض کنید، شما میتونید افکارتون عوض کنید، شما میتونید انتظاراتتون عوض کنید و در روابطتون نگاه دیگه داشته باشید و میبینید که بله میشه یه جوری دیگه هم زندگی رو داشت. ببینید وقتی که در رابطه زناشویی هستید، قرار نیست همه چی کامل باشه، همه چیز مطابق میلتون باشه، ولی بعضی چیزها رو میشه عوض کرد. یه دلیل اصلی برای طلاق به نظر من اینه که خیانت باشه، و خدای نکرده اگر خیانت از طرف زن و مرد بود، اون هم دلیل طلاق فوری نیست. بریم مشاوره بگیریم، اقلن 4-5 ماه مشاوره بگیریم و بتونیم رو رابطمون کار کنیم. خیلی وقتا ما تونستیم کمک کنیم کسانی که خیانتی هم بوده در روابطشون، بعد از 15-20 جلسه تازه فهمیدن که خیانت، مردی که یا زنی که خیانت کرده، اون نبودی که من برم خیانت کنم بر ضد تو، اون بودی که من ضعف داشتم، مبارزه با نفس نداشتم و میخواستم خودم رو آزمایش کنم، میخواستم ببینم اون ور چه خبره، و بعد خیانت کردم. ولی معمولا شخصی که خیانت بهش میشه همیشه نگاه میکنه میگه راجع به منه، من خوب نبودم، من زشت بودم، من کار بد کردم، و شاید بعضی وقتا احساس گناه و شرم و خجالت هم بکشه که تقصیر من بوده، و بعضی وقتا عصبانیت و خشم و ناراحت و درگیری و دعوا و جنون. بنابراین نگاه کنید، اولا تقصیر شما نیست که از خیانت میکنه، دوما
اگر اشتباهی شد و امروزه ما چپ و راست داریم میبینیم از روی فیسبوک متاسفانه، و گرگ هایی هستن که نشستن گول بزنن بقیه رو، و زنان و مردانی هستن که تو این چاله ها میفتند. و بنابراین اگر همچین ماجراهایی بود که ما زیاد میشنویم و میبینیم، قراره با هم دیگه برید پیش مشاور کار کنید. طلاق اگر طلاق قراره انجام بشه به خاطر اینکه یک نفر اعتیاد داره، به نظر من حتما باید به اون شخص کمک بشه. شما قرار نیست فوری رهاش کنید. میدونم خیلی از سازمان ها، خیلی از عزیزان میگن ول کن برو بیرون و درست میشه. به نظر من اصلا اون راه نیست. قراره کمکش کنی و کلاس‌های 12 قدم هست، مشاوره هست، کارهای بسیار زیادی هست، سمینارهای زیادی هست، با هم دیگه برید. و اگر اون نمیاد شما برید یاد میگیرید کلاس‌های الانان و خودتون یاد میگیرید که چگونه با این شخص رفتار کنید که تغییر شاید ایجاد شه. حداقل 6 ماه تا 1 سال بهش فرصت بدید، اگر نشد اون موقع میتونید جدا بشید. تازه اون موقع هم نه طلاق، جدا شدن و فرصت دادن برای که او روبرو بشه با مسائلش. و قسمت دیگه هم که واقعا میتونه طلاق باشه اتفاق بیفته، زمانی است که یکی از همسرای دیگری رو آزار فیزیکی و روانی میده. اونجا اول مشاوره 2 تا 3 ماه، و بعد اگه دیدید کار نمیکنه حتما جدایی، او هم با کمک مشاور. جانم بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام خانم نوری، با من هستید؟ بله شما هستید، در روی خط هستید عزیزم. جانم حالتون چطوره؟ خوبین؟ ممنونم نازنین جونم. سلام خانم نوری، من امروز روی فیسبوک دیدم که متاسفانه یک از همکاران شما به نام خانم شیبا ملکی فوت کردن. من میدونم که در تلویزیون امید ایران ایشون کار میکردن. من میخواستم که اگر آره؟ شما اطلاع بیشتری دارین که چجوری فوت کردن، بلکه بسیار جوان بودن، چجوری شد که فوت کردن، یکم توضیح بدین که ما از نگرانی در بیاریم. از حتی ممنون میشم. متاسفم. اجازه بدید کارگردان فنی خانم مریم خبری دارن. ایشون گوشی خدمتون، روانشناس بودن خانمش؟ نه روانشناس نبودن خانم. بله خواهرشون اینجا بودن و متاسفم جوان بودن. چه خبری دارید؟ چگونه؟ زمین میخورن و فوت میکنن، در فوت میشه در ایران. خیلی متاسفم، خبر بدی دادید، ولی به هر حال چیز دیگه من متاسفانه نمیدونم. حتما بررسی میکنم و حتما به شما خبر میدم. گویا روانشناسم نبودند، حالا نمیدونم، شما میدونید، حتما شما بهتر میدونید. متاسفم عزیزم. بله جانم بفرمایید. سلام خانم دکتر. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ بسی خسته نباشید. مرسی نازنین. خانم دکتر نوراز، من یه سوالی داشتم ازتون. من 2 قلو دارم، یه دختر یه پسر که الان 4 سالشون هستش. پسرم از شروع 2 سالگی پرت کردن رو شروع کرد، الان که 4 سالشه این کارش متاسفانه خیلی شدت پیدا کرده. اصلا براش مهم نیست، نگاه میکنه به ما و هر چی که دم دستش بیاد پس میکنه. بعد یا این که مدرسه وقتی که میبرمش تو جمع نمیاد بشینه، یه مقدار دوری میکنه، چون تو خونه فقط با خواهرش بازی میکنه. توی محیط مدرسه این مسئله براش، یه مقدار با بچه های دیگه بازی کردن براش یه مقداری هنوز نمیدونم مشکل هستش، نمیدونم به چه صورت، هنوز این وفق نمیده خودشو با محیط مدرسه، برعکس خواهرش. بله اینه که گفتم با شما در میون بذارم. خواهش میکنم ببینم این من چه روشی باید پیاده بله. کنم که این حالت پرت کردنشو از خودش دور کنه. بله من چند تا سوال از شما دارم قبل از اینکه جوابی بدم. اولا این دوتا در یک کلاس هستن یا کلاساشون متفاوته؟ بله الان خانم دکتر کلاسی که میرفتن البته تموم شده، مامی ان می هستش که هم همراه خودم بود میبردمشون، یه کلاس هستن. 4 ساله هنوز مامی ان می میرن، مهد کودک نمیرن، دیکر نمیرن. از سپتامبر شروع میکنن پری اسکولشون رو شروع میکنن، چون از 4 سالگی سپتامبر گفتن میتونن بیان. جایی که شما هستید، شما کجا زندگی میکنید؟
لس‌آنجلس این ولی نخواستید که زودتر بفرستینشون مهد کودک، دیکر، پریسکول و جدا جدا باشن دو جای متفاوت؟ حالا اینو این کارو خواهم کرد، منتها از شروع مدرسه شون که بهم گفتن جدا باید بذاریم، ولی من خودم کار میکردم از موقعی که بچه دار شدم سعی کردم محیط خونه یعنی تو خونه باشن، اینا تو محیط خونه با خودم باشن. 4 سال موندم تو خونه، هیچ جا نرفتم، حتی با احترام به همه بیبی سیترا کسایی که بچه رو نگه میدارن یا حالا دیگه، ولی سعی کردم خودم باشم باهاشون. خب باش. ولی این حالت تو پسرم خیلی شایع پرت کردن، هر کاری هم میکنن این حالتشو اصلا از خودش دور نمیکنه، هرچی هم بهش میگه. تمام مراحلم من انجام دادم، گفتن اون چیزی که پرت میکنه بهش نده، بذار جلوش، بردار، همه کار کردم دیگه، نهایتا مجبور میشم جیغ بزنم، گهگداریه روی دستش که اشاره بکنم که این بفهمه که این کارش بده، ولی متاسفانه هر روز داره شدت عملش نسبت به این کار بیشتر میشه. بله ببینین، یه جوری شما اینیبلش کردین، به من میگین خرچی که گفتن کردم و بعدم رو دستش زدید. و خب ما میدونیم که این تنبیه و این کارها و اگر بکنی ازت میگیرم و اینا کاری نمیکنه. آیا تکنیک اصلا نگاه نکردنش، توجه نکردن بهش، اصلا انگار نه انگار، مثلا 100 بار این کارو میکنه اصلا نگاهش نکنین، آیا این تکنیک رو کردین؟ چون یه جوری شما کاندیشن میکنین بچه ها رو به کاری که انجام میدن، یه جوری هم نگاتیو اتنشن، توجه منفی میگیرن. شاید یه موقع یه جا بچه توجه کافی نمیگیره، برای اینکه توجه بگیره یه کار منفی انجام میده، بهتر از توجه نگرفتنه. آیا این کار کردید که بارهای مکرر پشت سرم اصلا انکار کنین، نگاش نکنین؟ بله، ولی متاسفانه به خاطر اینکه نخوره تو سر دخترم یا به ضربه به سر بچه دیگه نخوره، مجبور میشم یه حالتی یه کاری بکنم. درست میگه شما، نباید من اونقدر به قول شما نگاتیو اتنشن نگاتیو بهش بدم، ولی نهایتا مجبور میشم خانم دکتر. همون دیگه، مجبور میشین. آیا شما تمام چیزهایی که خطرناکه که ممکنه ایشون پرت بکنه به سر دخترتون بخوره یا به تلویزیون بخوره یا به چیزی بخوره رو جمع کردید؟ بله، خونه کاملا بیبی، یعنی در واقع بیبی پروف، یعنی همه چیز اساس، یعنی همه چیز که خطرناک باشه برداشتم. ولی یه مثلا ریموت کنترل رو برداری یا مثلا بریم بیرون تو مدرسه اسباب بازی برمیداشت پرت میکرد، اصلا بی‌محابا بدونه که توجه بکنه. نمیدونم حالا این مشکلم به تو بگم، شاید شما باز این مشکلم به تو بگم بهتر باشه. هنوز اللحاظ صحبت کردن نسبت به خواهرش کمتر میتونه مفهوم و اون جمله‌ای که میخواد بگه رو برسونه. درسته. من دکترشون از روز اولی که اینا متولد شدن به من گفتن اینا دوتا کاراکتر مختلف هستن، اصلا نباید باشون همدیگر با هم مقایسه کنی، این یک کاراکتر، این یک کاراکتر، این زودتر حرکت میکنه، اون زودتر به صحبت میفته، ولی هنوز نسبت به خواهرش خیلی کمتر میتونه اون مفهوم کلماتش و مفهوم جملهش رو برسونه. نمیدونم اینم باعث عصبانیتش میشه. بله بله. این کارو میکنه، نمیدونم. بله، من نوشتم اینجا خشم و عصبانیت و اینکه من نمیتونم کامیونیکیت کنم، نمیتونم ارتباط ایجاد کنم. این خیلی خوب بود که گفتید. بسیار خوب. آیا شما ایشون الان 4 سالشه؟ خب گفتین 4 سال. تا 3 سالگی اگر بچه ها اشکال تکلم و کانورسیشن داشته باشن، ریسرچ نشون داده اوکیه، ولی وقتی که بالای 3 سال هست حتما شما قراره ببرینش اسپیچ تراپیست. حتما باید ببرید پیش، بله، پیش اسپیچ تراپیست ببرید، یک، بعد پیش یک روانشناسی برید که با بچه ها کار میکنه، با آرت تراپی میتونه، با آرت تراپی بچه شما میتونه، یعنی سن تراپی میتونن باش انجام بدن. روانشناس میشینه، این بچه میشینه، با هم دیگه بازی میکنن، با سند فقط بازی میکنن، عروسک هایی هست، ماشین هایی هست، چیزهایی هستش که آرتیکل هایی هستش که اینا با هم دیگه بازی میکنن و بچه خیلی چیزها رو میرزه بیرون، خیلی خشماشو میرزه بیرون.
این به خصوص سن تراپی فوق العاده کمک میکنه. هنوز این ممکنه دراینگ نتونه بکنه به اون حالت و پینتینگ و نقاشی و اینا بتونه بکنه، ولی یکی از تکنیکایی که خیلی خوب کار میکنه براش، دو تا تکنیک، یکی اسپیچ تراپی هستش، یکی سن تراپی هستش. بله. این دوتا کمک میکنه. موضوع سوم اینه که شما حواست باشه، حالا همون ریموت کنترل یا هر چیزی که میتونه دم دستش باشه پرت کنه دور کنید. بعد یه چیزای معمولی که از مثلا 4 تا لیوان کاغذی، بشقاب کاغذی، قاشق کاغذی بذارید رو میز، بگذارید پرت کنه، اصلا توجه هم نکنید، بذارید پرت کنه، همینجوری بدید ببینید این اصلا چطوریه که داره پرت میکنه، آیا بشقاب کاغذی هم میکنه، لیوان کاغذی هم میکنه، ببینید آیا اینتنشنی داره یا فقط داره پرت میکنه، داره بازی میکنه. ما نمیتونیم هنوز برای این، ما نمیتونیم هنوز، یعنی من باورم اینه که نباید این تستا رو انجام بدیم، چون خیلی ها این تست رو انجام میدن. مثلا رایس دیویس چایلد استادی سنتر که من رفتم فوق تخصص گرفتم برای بچه ها، برای سایکولوژیکال ایژوکیشنال تستینگ، در همین جا هست که شما میتونم ریفرتون کنم برید اونجا بگیرید. 3 ساله، بچه 3 ساله به بالا اگه همچین مسائلی داره تستینگ انجام میدن، ایژوکیشنال سایکولوژیکال تستینگ. من نمیکنم. ممنونتون میشم، چون من از زمانی که بخواد بره مدرسه، چون دیگه پری اسکول هم میره، خب من نیستم کنترلش کنم، یه مقدار دلخوره دارم، میترسم خدای نکرده بچه یو آسیب برسونه، چون اصلا توجه بچه یو اذیت نمیکنه، حتی طرف این بچه نمیره که بخواد صدمه بشه، ولی اصلا همینجوری هر چی جلوی دستش بیاد نگاه میکنه بدون اینکه توجه کنه پرت میکنه. چند بار معلمش توی مدرسه من گفتن اینو حتما خیلی بچه خوبیه، ولی تو باید حتما اینو دکتر ببری، چون نمیاد تو جمع، نمیاد به سینه، مگه اینکه از معلم، مثلا یکی از معلمش رو خیلی دوست داشت، وقتی که مثلا یه گیمی بود، اون گیمو خیلی دوست داشت، چون میدونست این معلم بهش توجه میکنه میومد میشه، ولی اون یکی معلم چون 2-3 بار تایم اوتش کرده بود، حتی یه بار منو فرستاد خونه، گفت چون این پرت کرده و منو با لغت زده باید حتما ببریش خونه. خب اون یکی دخترم هم به خاطر این مسئله مجبور میشم از کلاس بکشم بیرون، اونم اونجوری صدمه میبینه. ازم موندم خواهم دکتر چی کار باید بکنم، چون یکم دست تنها هستم، نمیدونم دو تا هم هستن، مشکل با اون چی کار کنم، با یکی چی کار کنم. مشکل متوجه هستم. به غیر از این همه چیزایی رو که صحبت کردیم، اگر خواستید واقعا تستینگ بکنید، یا ما آقای دکتر پیمان رعوفی همراه با خود من در دفترم میکنیم، یا رایس دیویس چایلد استادی سنتر میتونید ببرید، چون ما میگم من الان دارم یکم دارم راجبش میگم شاید نکنیم به خاطر وقت زیادی است که میبره. و بعدم من هنوز باورم این که یکم صبر کنید، ولی به هر روی یک جلسه اگر ببینم اتون خوبه، بچه‌رم ببینم خوبه، بعد بهتون میگم که کدوم کار بهتره. قبل از اینکه ما رو ببینید، این کارهایی که خواهش کردم برای دیدن اسپیچ تراپی حتما یه کاری بکنید و ببینیم چه میشه. میدونم مشکله. خانم دکتر مرسی از راهنمایی شما، مطلبتون از روی تلویزیون برمیدارم، واقعا ممنون از لطفتون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. حتما راه چاره هست و نمیخوایم لیبل بزنیم به بچه که بگیم که یه همچین اشکالاتی داره، چون میتونه اشکالات رفتاری باشه توی خونه. برای همین یکم من میگم حالا این تستینگ زیاد و بردن و اووردن، چه به ما چه خود رایس دیویس، مثلا بخواید هزینه زیادی بدید رو نکنید. واقعا قلبا دارم میخوام بگم که باید مطالعه بشه بیشتر. ممکنه مشکل تو خونه باشه، مشکل رفتاری باشه، مشکل بعد تاریخچه رو باید ببینیم، تاریخچه خانوادگی رو ببینیم که چه چیزایی در خونه بوده، چه چیزایی اتفاق افتاده. برای اینکه چندین عامل هست که بچه‌های ما اینطوری میشن، یکی عوامل ژنتیکه، یکی عوامل خونیه، ترکیب ژن و خون هستش، یکی زمان حاملگی هستش و سن حاملگی ما در و اون چیزی که در اون دوران اتفاق افتاده از لحاظ انگزایتی و استراب و دیپریشن و نوع داروی مصرفی و غیره، یکی محیطی هستش که تو محیط چی بوده، چه چیزایی اتفاق افتاده. عوامل خیلی زیادی میتونه باشه، تربیتی میتونه باشه. من نمیدونم که مثلا بچه چون دوقلو هستن با دختر که خب
زرنگتر و زبلتره، چگونه با اون رفتار شده، با این رفتار شده، اصلا تو خانواده های همچین بیماری هایی بوده یا نبوده. بنابراین باید تمام اینا رو تحقیق کرد و بیشتر راجبش صحبت کرد. یک دوست عزیزی قبل از برنامه زنگ زدن و گفتن از ایران زنگ میزنن و روز جمعه زنگ زده بودن، من گفته بودم امروز زودتر زنگ بزنن که بتونم باهاشون صحبت کنم که ببینیم که مسئله بچهشون که گفتن که از لحاظ عدم تمرکز با بیش فعالی میخواستن سوال داشته باشن داشتن، ولی خب قطع کردن. رو من براتون میگم چون میدونم اون روزم خیلی روی خط بودید، نشد حرف بزنیم. الان صحبت میکنم چون در رابطه با بچه ها بود، بیشتر ربطی داره. در رابطه با این عدم تمرکز با بیش فعالی، اختلالات کمبود توجه، ADD یا ADHD با هایپر اکتیویتی، میخواییم ببینیم که سندرم کودک بیش فعال یا هایپر اکتیو گفته میشه، که این در واقع اختلال کنشی جزئی مغز، آسیب جزئی مغز، کمبود توجه، اختلال بیش فعالی با ضعف تمرکز یا بدون بیش فعالی میتونه باشه و متاسفانه در پسر بچه ها حدود 4.5 بیشتر هستش. و ما ترجیح میدیم، یعنی من شخصا خودم ترجیح میدم این آزمون ها رو از 6 سال به بالا انجام بدم و 6 سال به بالا انجام بدم و 6 علامت هستش که در 6 ماه اگر اینها رو داشته باشن حتما میشه انجام داد. من تکستی از آقای دکتر پیمان رئوفی انجام دادم و گفتن که ما میتونیم تو برنامه‌مون بگذاریم این تست‌ها رو انجام بدیم و میگم زمانش یکم طولانیه، ولی اگر لازم بود حتما آقای دکتر این کار رو میکنیم. بر روی بچه‌ای که مشکل تمرکز داره، ناتوانی در آرام نشستن رو داره، ناتوانی در آرام نشستن رو داره، مکالمه های بقیه آدم های بزرگ رو و بچه های دیگر رو قطع میکنه، یک اعمال بدون تفکر انجام میده. وقتی که سوال ازش میشه، قبل از اینکه طرف پرسشش رو تمام کنه میپره و جواب میده، یعنی بی صبره، بی تحمله. مثلا سر صف نمیتونه توی مدرسه یا یک جا بیسته، بچه ها رو حل میده. البته یادمون باشه اینها زمانی است، از اینها 6 تاشو انتخاب کنید، زمانی است که هم در خانه باشه هم در مدرسه، در هر دو باشه. و معمولا این بچه‌ها در جنب و جوش زیاد هستن، پرحرف هستن، احساساتی هستن، بالا پایین میرن، با هم کلاسی‌هاشون نمیتونن صحبت کاری بکنن، به قوانین توجه نمیدن. این بچه خانم که 4 سالشه الان یکم زوده برای این تستا و برای تصمیم گیری، ولی ما ببینیمش حتما میتونیم تشخیص بدیم، برای همین بد نیست ببینیم. حالا بچه هایی که این چنین هستن خیلی در رویا فرو میرن و اغلب مردم میگن که تنبلن، بدون توجهن. خب اگر 6 تا از این علائم رو دیدید متوجه باشید، اگر 6 سالشونه در مدت 6 ماه خیلی راحته، متوجه باشید که میتونه بچه شما عدم تمرکز داشته باشه. و اگر خیلی هم فعال و به پر و بالا و پایین هستش، میتونه با هایپر اکتیویتی باشه، با فعالیت زیاد. و امروزه الان جانم، الو، بله بله، گوشی نگه دارین. میتونه با کم کردن شکر، با کم کردن شکر غذا، با کم کردن شیر میتونه خیلی کمک بکنه بهشون، حالشون بهتر باشه. خود شیر نمیدونم تحقیقای زیادی شده و گفته خیلی ضرر داره. جانم بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام، حالتون خوبه؟ یه لحظه میتونید گوشی رو یه لحظه میتونید نگه دارید؟ بله. در رابطه با ADHD دایت های زیادی هستش که میتونید استفاده بکنید. اگر به داروخانه نزدیک منزلتون برید احتمالا بتونن کمکتون بکنن. پروتازن هستش که دراگ نیستش، یک
سپلیمنتیه، نچرال طبیعیه، یه ارپ هستش، ویتامین آمینو اسید هستش، میتونه کمک کنه برای اینکه تمرکز بچه بیشتر بشه. قبل از اینکه به رتالین و داروهای دیگه‌ای برید میتونید داروهای طبیعی رو استفاده بکنید. کاد لیور اویل هستش و کاگنیتیو کمپانیون فرمولا هستش. این کاگنیتیو کمپانیون فرمولا خیلی تلخه ولی مثل کپسولای ریزش هم هست، مثل که داخل طعمهای خوب درست کردند. چون اون موقع که من خیلی تحقیق میکردم، حتی با داروخانه که نزدیکمون بود میرفتم و بررسی میکردم، حتی خودم یک بار خوردم، اینم مزهش دیدم خیلی بده، ولی بعدن گفتن که با مزه خوب رو درستش کردن. پس کاد لیور اویل و دی اچ ای امورین هستش که خیلی خوبه، ولی حتما با پزشکتون بپرسید و استفاده کنید. از سنت جانز وورت هم دارو این هاست که همه جا هول فود و اینها هستش، میتونید استفاده کنید. جونم بفرمایید. بله ببخشید، من یه دختر 9 ساله دارم و در مجموع نسبت به سنش خیلی عاقله، خیلی دوست داشتنیه و خیلی همه تعریف میکنن ازش و ما هم راضی هستیم در کل ازش، ولی بعضی وقتا باعث نگرانی ما میشه و من گفتم خدمتتون زنگ بزنم. یکی این که این خیلی دنبال یا علاقمند اپرووال گرفتن از دوستانش، از همسن و سالاش هست، که میخواد به قولی خیلی دوست داره اونا رو راضی نگه داره. و میخواستم ببینم سن 9 سالگی آیا این طبیعیه یا نه، چون من این قضیه رو که پروژکت میکنم در آینده، خب میترسم این مسائل منجر به خدای نکرده به فرض اعتیاد به تاییدیه گرفتن در سنین نوجوانی و اینها، این مسئله میتونه خیلی خطرناک باشه که اینم چیزی. بله شما چه ربط میدید به اعتیاد؟ بچه شما ممکنه یه بچه مهرطلبی باشه، یه بچه باشه اتنشن سیکر باشه، دنبال توجه باشه، تاییدیه دوستا رو میخواد بگیره، یک جوری حرمت به نفسش شاید پایین تره، رون میتونین کار بکنین روش و چیزهای مثبتش رو بزرگ کنین، بهش بگید و در رشته‌های مختلف یه کاری کنین، شرکت کنه که تخصصهای پیدا کنه، مثلا در کلاس ژیمناستیک بره یاد بگیره، نمیدونم اسکیتینگ باشه، نقاشی باشه، هنر باشه، آرت باشه، پیانو باشه، همینجور مشغولش کنین و که سلفش خودش، خود ایدئالی که دلش میخواد. ببینید ما خودمون هستیم و یه خود ایدئال داریم، بچه هم همینطور، دختر 9 ساله میتونه همینجور باشه، یه خود ایدئال دلش میخواد، یه چیزی میخواد باشه که غیر از این، ازش بپرسید، باش صحبت کنید، حتی یه 6-7 جلسه ببرید پیش یه مشاور، باش کار میکنه و میبینه که این دنبال چیه. شما میگین اپرووال میخواد، تاییدیه دیگران میخواد، ببینید دنبال چیه، میشه کمک کرد بهش، راحت میشه کمک کرد. بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. ما نرید، شما نرید اونجا که این بچه مالا میخواد مثلا پیر پرشر داره، تحت تأثیر دوستاش قرار بگیره، خدای نکرده به مواد بره. نه، برید ریشه یابی کنید، ببینید که چطوریه که شما میتونید این دخترتونو یک دختری بکنید که سلفشو، سلف استیمشو، حرمت به نفسشو ببرید بالا، نه با تعریفای بی خودی، نه اینکه تو از همه بهتری، بلکه اون بچه میدونه که بهتر هست یا نیست، خودش رو داره نگاه میکنه، مقایسه میکنه، ولی اون چیزی که خوبه، واقعا خوبه رو ببرید بالا و نشونش بدید، حقیقی باشه. تشویق باید طوری باشه که حقیقی باشه. یکی از سیدی های من که حالا میخوام یه قسمتی شاید نمیدونم برسیم یا نه، هست راجع به این که چگونه بچه‌هامون رو تشویق کنیم و چگونه این تشویق حقیقی باشه، واقعی باشه، ما اون رو میخوایم انجام بدیم با بچه‌هامون و چیز دیگه ای نباشه. حالا شما بچه‌تون رو میتونید وارد خیلی کارا بکنید، در راجع به خیلی فعالیت ها بکنید، راجع به خیلی کلاس ها ببریدش که خودش احساس خوبی داشته باشه نسبت به خودش. خب
من حرف از کتاب شده سیدی میخوام، اگر بشه این قسمت رو نشون بدیم به دوستان، ببینیم کتاب ما رو میتونید مریم خانم قشنگ نشون بدید. مثل این که بازم اشکال دارم، اجازه بدید من چک بکنم این رو و راجع به کتاب لیست. بله ای بابا، این کامپیوتر بعضی وقتا چطوری میشه که اینجوری اشکال پیدا میشه. و بله نشون بدم به شماها. شما از اونجا میتونید کاری کنید خانم مریم؟ شما کاری نمیتونید بکنید؟ پس من این کامپیوتر رو بیارم جلوم و ببینم که کجا هست و چه میگونه میتونیم نشون. یک سبد عشق، شناخت مردان، صداشو میشنوید. چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن. از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. خب بسیار خوب، نصف این رو شما بله فقط صدا رو شنیدید. از آغاز میگذاریم. مریم خانم میتونی نشون بدین؟ دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید.
خب سپاس فراوان خانم مریم، مرسی. KPM Printing کار خیلی جالبی کردند و کتاب‌ها و سی دی های ما رو به صورت پکیجی بسته‌بندی با قیمت بسیار مناسبی برای شما میفرستند که من متاسفانه تلفنشون الان اینجا ندارم، ولی حتما میتونید بهتون دفعه دیگه اطلاعات رو میدم. و مثلا 5 تا سی دی کتاب که در رابطه با خانواده است در یک بسته با قیمت خیلی مناسبی خیلی سریع برای شما میفرستند. همچنین در ایران اگه بخواین کتاب و سی دی رو تهیه کنین به طریق پیک براتون خواهند فرستاد. در ضمن خواستم بگم که همچنین آخرین شنبه هر ماه ما برنامه داریم در پارک بلبوا برای مادران، پدران، تمام خانواده که از ساعت 2 تا 4:30 خواهد بود و 3 جولای خواهد بود، شنبه 3 جولای. ولی گروه جوانان 23 جولای خواهد بود، این دفعه به مدیریت آقای دکتر پیمان رؤوفی و که ایشون یک آزمون‌هایی میدن در رابطه با نیمکره‌های مغز و راست و چپ و اینکه چه شغلی رو میتونید انتخاب کنید. و من هم اونجا حضور دارم جز کودکان، نه جوانان و سالمندان به هر روی. و همچنین آقای دکتر کرندیان هستن که چگونه وارد مدرسه یا دانشگاه برای پزشکی، چشم پزشکی بشید. خیلی جالب خواهد بود 23 جولای که در دفتر من هستش، گیرن در طبقه دیگه، تقاطع تقریبا تارز رسیدا و ونچورا هست. از همه مادر پدرهایی که برنامه رو میبینید خواهش میکنم که به شماره 818-344-68 زنگ بزنید برای 23 جولای رزرو کنید که فرزندانتون تشریف بیارن. ساعت 5 تا 7 خواهد بود، ولی جلسه که قبل از اون داریم در پارک بلبا هستش که ساعت 2 تا 4:30 هست، پرسش و پاسخ هست و در رابطه با نیکبینی با شما عزیزان صحبت می کنیم. خب در رابطه با سی دی هایی که گفتیم چگونه به وزن ایدئال خود برسیم و چگونه این خیلی مهمه که فکر ما، استراب ما، افسردگی ما چگونه باعث میشه که ما وزنمون اضافه بشه و خوردن کاذب داشته باشیم. ما از دست یه موضوع عصبانی میشیم بدون اینکه متوجه باشیم، میریم سراغ یخچال، میریم سراغ فروشگاه برای غذا. اونهاست که خیلی کار خراب میکنه. آمار چاقی، عوامل روانی در ازدیاد وزن، گرسنگی.